بگردیم به یک موضوع دانشگاهی که در اون زمینه شما صاحب اطلاع هستید و نظر. میدونیم که وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در جلسه گردهمایی ملی خیرین آموزش عالی ایران در مشهد گفت که تا پایان سال جاری حدود 600 رشته دانشگاهی بازنگری خواهند شد. ببخشید چی خواهند شد بابا؟ بله؟ چی خواهند شد؟ بازنگری خواهند شد. که 300 رشته مربوط به علوم انسانی است و توسط شورای تحول بازنگری می شود. خامنه‌ای اولین بار در سال 88 به یاد داریم که درباره تحول در علوم انسانی سخن گفت و گفت که علوم انسانی موجب تردید و بیدینی جوانان می شود، بی‌اعتقادیشون. آقای حسن یوسفی اشکبری می گوید خامنه‌ای درست می گوید که علوم انسانی موجب تردید در مبانی دینی می شود، اما جنگیدن با علم در طول تاریخ با شکست مواجه شده و از این پس هم شکست خواهد خورد. 300 رشته رو مثل که میخوان حذف کنن. آی دکتر. بله، عرض کنم ببینید این جنگشون جنگ تازه‌ای نیست. جنگیست که از اولین روز استقلال جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته و تمام بازی‌های ستاد انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی در همین زمینه بوده. عرض کنم این تخم لغ رو کسانی عرض کنم زیر دندون این آقایون شکوندند. اینا بیان که بدونن موضوع چیست. و جالب این است که وقتی یکی تصمیم میگیرد که نفهمد یا از نفهمیدن سود آیدش میشود، در اون صورت مشکل است شما اون آدم رو بفهمونید. در زمینه علوم انسانی بارها و بارها من از همون اول در ایران که بودم تا همین امروز خدمت شما هستم بارها بهشون گفتم که راه دور نرید، فقط یک پیپر، یک مقاله ارائه بکنید، ببین که چی گفتید شما در زمینه علوم انسانی که جزء علوم تلقی میشه، چی گفتید در زمینه رشته‌های خودم در اقتصاد. مثلا در اقتصاد شما چه گفتید، چی دارید، یک مقاله بنویسید. نخواستیم کتاب. خب هیچ علمی بدون کتاب و کتابخانه، بدون درس خوندن آدم عالم نمیشه. تمامی علوم کتاب دارند، کتابخانه دارند، محقق دارند، نمودستگاه دارند. شما یک مقاله در زمینه اقتصاد اسلامی ارائه بکنید، یک مقاله در زمینه فایننس اسلامی ارائه بکنید. قصه هایی که اینا ساز کردند و گفتند و نوشتند و سیاه کردند اینا رو میدونید. سکوک اسلامی رو اینا ابداع کردن اینا رو میدونیم، ولی همه اینها مقولات از کنم به وام گرفته، به آریت گرفته از دانش فایننس، با عوض کردن اسامی دوچار تناقض کردن اون مقوله، یک بج اسلامی، یک برچسب اسلامی بهش میزنن، میگن اسلامی شد. نظیر حذف ربایی که تا کنون باش کلنجار میره و عرض کنم بانک های ایران بیشترین نرخ بهره رو از کنم وصول کردن، پرداختن. امروز در بازارهای از کنم ایران نرخ بهرهای 30-40-50% مورد معامله است. در نتیجه پاسخ اینا رو ندارن. حالا برسیم به زمینه های دیگر در علوم انسانی. یعنی در مثلا در انسان شناسی، در آمار، در مردم شناسی، در قوم شناسی اتنولوژی، در جامعه شناسی، در جمعیت شناسی دموگرافی، کجاش یعنی اسلامی بشود یا چی بشود، یعنی چی بشود؟ مگر اینا آشنایی نداشته باشن؟ مثلا مردم شناسی چی کار میکنه شما بتونید اسلامیش بکنید؟ مردم شناسی تعداد مرد جمعیت کشور رو میسنجه، میگه در کدوم سنین طبقه بندی میشن، سنین
تا 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی، تا 70 سالگی، تا 90 سالگی چند نفرند؟ تحرک جمعیت رو میسنجه، از کجا به کجا مهاجرت میکنن، انگیزه مهاجرتشون چیه؟ شما اینو چگونه میخواید اسلام میکنید؟ اسلامیش یعنی چه؟ نمیفهمند اینا رو. و یا از نفهمیدنشون سود میبرند. به محض اینکه آقای رهبر میگویند که علوم انسانی باید اسلامی بشه، آدمها و دستگاه‌های کاملا بی سواد میفتن به میدون. گزارش‌های خود ایران رو بشنوید ببینید که چیز میفتن به میدون، از دولت، از زمدستگاه ها بودجه میخوان که به ما بودجه بدید علوم انسانی را ما میخواییم ابداع کنیم. این آدم هایی بی سوادی که میشناسیم، یعنی در واقع تمامی، ببین باسوادترین اینها آقای عبدالکریم سروش بود که دم از دانشگاه اسلامی زد. ایشون بعد 35 سال 40 سال نگفته که منظورشون از این اصطلاح دانشگاه اسلامی چه بود و چرا دانشگاه ها رو به تخریب کشوند. هر مزخرفی که بعد از هم فرمودند، ولی پاسخ قضیه ندادند که دانشگاه اسلامی یعنی چه، منظورشون چه بوده، آیا میخواستن فقط مسلمان ها رو به دانشگاه بپذیرن، آیا میخواستن دانشجوها در اونجا نماز بخونن، یا میخواستن مضمون دروس رو اسلامی بکنن، چگونه؟ خب نشریه نشر دانشگاه هم را انداختن، در اونجا هم نوشتن، یعنی با این نوشتن ها پاسدار خونه مردم فرستادن، نوشته های دانشمندان و علوم انسانی رو نقد کردن، همینا رو در معرض بیکاری و تهدید قرار دادند. سالها و سالها اینچنین به ضرب چماق و چاقو حکومت کردن. بعدم که این چماق و چاقو علیه خودشون برگشت، در رفتن اومدن در اینجا و ادعای عرض کنم اینو میکنم که ما این کارو نمی کردیم، اون کارو میکرد. این ایشون در واقع دانشمندترین عضو این دم دستگاه و سمبل این اندیشه است که جز خرابکاری، و من عرض کردم قبلا آسیبی که ایشون به دست دانشگاه های کشور وارد کرد، آسیبی نبود که حمله مغول بتونه بزنه. به این ترتیب امروز هم قضیه همان است و این داستان ادامه ده. هر وقت از هر جا کم میارند، اینا کمرشون رو میبندن که یه چیزی رو مقصر پیدا بکنن، و این لابد علوم انسانی است. و علوم انسانی همانطور که عرض کردم به جای تمام این حرفا، خوب است که این آقایون به جای هزینه کردن میلیاردها قشون کشی ها، یک جزوه چاپ کنن بگن که این اسلامی شده جامعه شناسی است، این اسلامی شده مردم شناسی است، جمعیت شناسی است و دیگر رشته های علوم انسانی. چنین چیزی در آقایون عرض کنم وجود نداره. آقای دکتر منصور، این ایشان مثل این که این اواخر گفتن که من آمده بودم که کوشش کنم دانشگاه ها رو باز کنند. ولی اخیر نیست شما موقع در دانشگاه بودیم میدونین، اخیر نیست. بنده در این زمینه خدمت شما در یه مسابقه گفتگو کردم و توضیح شرز کردم. بنده در دانشگاه تربیت مدرس نبودم و به اون سمت در جلسه ستاد انقلاب فرهنگی دعوت شدیم. آقای سروش در بغل من نشسته بود، آقای دکتر احمدی روبروی من نشسته بود، دیگر اعضای ستاد هم حضور داشتند. ایشون که میفرمایند دانشگاه نیبستیم، در همون جلسه دانشگاه بستند و دستور بستن دانشگاه عرض کنم پیراپزشکی رو صادر کردن. و این یکی دوتا نیست، قضیه ادامه داره. تصفیه کردن، ایشون خودشون اعتراف کردن در نوشته های دیگری که در گفته های دیگری که در یوتیوب قرار داره که چگونه هزاران نفر دانشگاهی رو از کار انداختن بیرون که به جای اونها عرض کنم آدم های اسلامی تربیه کن بیارن. دانشجوها، ده هزاران دانشجو رو که در حال اتمام تحصیلاتشون حتی بودن، یعنی سال ششم پزشکی مثلا، ما چند یار میشناسیم در همینجا، بیکار کردن، انداختن بیرون، راه ندادند. در نتیجه خانواده ها رو در هم ریختن، دانشجویان رو آواره کردند و همه اینها به عنوان این بود که از خودم میخوان دانشگاه ها رو اسلامیش بکنه. البته اگر خمینی نفهمه دانشگاه اسلامی یعنی چه، زیاد حرجی نیست، برای اینکه در عمرش دانشگاه ندیده، روحانیت دانشگاه ندیده. ولی سروش که ظاهرا در دانشگاه درس خونده
و مدرک دانشگاهی داره، وقتی بر اونا توریسین میشود و تز دانشگاه اسلامی رو برشون آرایش میده و بعد با لفاظی این رو برشون خرج میکنه، در این صورت مسئول این قضیه هست و توضیح بده که چرا، با چه انگیزه ای. حتی ایشون نگفتند که من پوزش میطلبم از این بابت. ایشون به صورت بسیار بسیار مزورانه فرمودن اگر من، به معنا نقل میکنم، اگر من اشتباهاتی کرده باشم از خداوند پوزش میطلبم. اگر نیست، اولا اشتباهات شما بینه، دوم از خداوند نباید طلب بخشش کرد، از مردمی که زندگیشون ویران شده باید طلب بخشش بکنید. آقای دکتر منصور، اون آقای دکتر احمدی در اجلاس شما چه کاره بودن در اون اجلاس؟ دکتر احمدی آخوند از کنم رئیس ستاد انقلاب فرهنگی بود. چند نفر بودن، آقای دکتر باهنر بود، آقای دکتر احمدی بود، آقای جلالدین فارسی بود، آقای سروش بود، یک دور هم دیگه بودن. اینا اعضای اولیه ستاد انقلاب فرهنگی بودن. نکته‌ای درباره بیان آقای اشکبری عرض بکنم. ببینید، علوم تمام معرفت اکادمیک و جدی آدم‌ها، انسان‌های مدرن امروزی، بعد از دکارت بر مبنای این تعلیم عالی دکارت استوار شده است که شک میکنیم، بر مبنای شک است. در علم هیچ چیزی از این نظر، پوپر وقتی میگوید که هر چیزی که قابل ابطال نباشد علم نیست، یعنی علمیت بستگی به این دارد که این قابل ابطال باشه. طبیعی است که دین قابل ابطال نیست، باور دینی قابل ابطال نیست، این حقیقت مطلقه. ولی شما مستحکم ترین توری علمی رو در هر رشته علمی بگیرید، به ازای شرایط معینی صدق میکنه، هر کدوم از شرایطش عوض بکنید، خود اون توری، خود اون فرمول در هم بریزه و این علمیت است. از این نظرم در شرایط معینی جا میده به توری نوع دیگر. از این نظر حالا این نکترم اومدم از بیان دکارت به اینجا برسم که یکی از بدبختی های آقای پوپر، یکی از بزرگترین فلاسفه قرن ماست، یکی از بدبختی های آقای پوپر این است که نماینده و سخنگوش در ایران آقای سروش شد. توجه میکنید؟ چون ایشون بودن که در ایران معروف شدن که پوپریستن، در حالی که پوپر کجا به یک آدم عامی مزور کجا هست. مزور یعنی کی آقای دکتر؟ آقای سروش. سروش. آقای دکتر، این آقای زیبا کلام هم عضو همون شورای دانشگاه بود، شورای ستاد انقلاب فرهنگی اسلامی کردن دانشگاه ها؟ نه خیر، نه. من از ایشون رو نمیشناختم. ایشون رو از وقتی در خارج هستم هر از گاهی نامی، هر از گاهی سخنرانی ازشون دیدم، نمیشناختمشون. نه، ایشون ظاهرا در دانشگاه تهران علوم سیاسی تدریس میکنه.